به نام خدا و شبتان خوش. تماشاگر برنامه مناظره کابل به گونه زنده از تلویزیون یک هستید. موضوع محوری بحث امشب مناظره کابل، منافع ملی در افغانستان چیست؟ کی باید منافع ملی را تعریف بکنه و تهدیدات مشترک تمام شهروندان افغانستان در آینده ها تهدید میکنه کدام ها است و چگونه میشه راه حل پیدا کرد و توحید ذهنی نظری. مهمانان ویژه در برنامه امشب مناظره کابل داریم. در کنار مهمانان ویژه ما ده ها تن از اشتراک کننده ها از نقاط مختلف افغانستان اینجا حضور دارند تا برنامه را به گونه زنده با ما تماشا بکنند. پیش از معرفی مهمانان ویژه ما، شما همچنان فرصت دارین تا به سوال محوری برنامه مناظره کابل از طریق موبایل هایتان رای بدهین. سوال محوری اصلی برنامه ما همی است که کی باید منافع ملی را در افغانستان تعریف بکنه. چهار گزینه وجود داره: گزینه اول مردم افغانستان، گزینه دوم دولت، گزینه سوم نخبگان در افغانستان و گزینه چهارم اقوام در افغانستان. به مینوی پیام موبایلتان رفته، برای گزینه اول یعنی مردم افغانستان اگر انتخاب میکنین ای را نوشته، برای گزینه دوم یعنی اگر دولت فکر میکنین بی را نوشته و برای گزینه سوم اگر فکر میکنین نخبگان باید تعریف بکنه سی را نوشته و اگر فکر میکنین که اقوام در افغانستان باید تعریفگر منافع ملی باشد دی را نوشته و به شماره 729 ارسال بکنید. شما می توانید از افغان بی سیم، افغان تلکام، MTN و اتصالات رای دهید. قابل یادآوری است که خدمات از طریق پیوست به گونه رایگان مساعد شده. مهمانان ویژه برنامه امشب مناظره کابل: آقای احمد ضیای مسعود، رئیس جبهه ملی افغانستان، دکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آقای داود مرادیان، استاد دانشگاه، آقای انورالحق احدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان و آقای جماهر انوری، وزیر عودت و ماجرین افغانستان هستند. مهمانان عزیز، بسیار خوش آمدید. آقای احمد ضیا، با شما آغاز بکنم، بپرسم که به باور شما منافع ملی در افغانستان چیست؟ منافع ملی در افغانستان معمولا حکومت ها یا کشور ها اهداف می داشته باشند در راستای مسائل اقتصادی، امنیتی و همچنان موضوعات سیاسی و فرهنگی. انعکاس همه مسائل در سیاست های ملی منافع ملی را تشکیل می ده و همچنان گفته می تونیم که بهترین ابزار برای مشخص ساختن منافع ملی نهادهای سیاسی نیرومند است. هر قدر که نهادهای سیاسی نیرومند باشه، به مو اندازه در جامعه خود منافع ملی به صورت درست شکل میگیره و هر قدر اگه نهادهای سیاسی ضعیف باشه، خود منافع ملی به شکل درست از او دفاع صورت نمیگیره. بنان برای ای که حکومت ها واقعا تانسته باشن منافع ملی رو مشخص بسازن، بهترین رئیس که ما نهادهای سیاسی را بتانیم تقویه بکنیم تا از طریق نیرومند شدن نهادهای سیاسی واقعا بتانیم از منافع ملی دفاع بکنیم. آقای مسعود، وقتی که شما از نیروهای سیاسی در افغانستان یاد میکنید، چی معنا میتد؟ دولت، احزاب سیاسی، پارلمان یا جمعزی؟ نقش مردم افغانستان چگونه در تشخیص منافع ملی سعیم میدانی یا چگونه بررسی میکنید؟ خود دولت و خود حکومت به حیث نهادهای سیاسی از قوت لازم باید برخوردار باشند که اینا میتونن در پالیسی های اقتصادی، پالیسی های سیاسی اهداف منافع ملی را مشخص بسازند. در کشورها و جامعه که خود گروپ های اجتماعی منظم وجود نداشته باشند یا ما شاهد موجودیت یک جامعه سیاسی منظم نباشیم، مردم بسیار به مشکل میتونن که در مورد منافع ملی صحبت های داشته باشند. مثلا در یک جامعه نامنظم سیاسی که احزاب سیاسی وجود نداشته باشه یا گروه های جامعه مدنی بسیار ضعیف باشه، افراد به شکل انفرادی در مورد مسائل ملی قضاوت میکنن. اما در یک جامعه بسیار منظم سیاسی که احزاب سیاسی وجود داشته باشه و یک پیوستگی اجتماعی در بین تمام گروه های اجتماعی وجود داشته باشه، در اینجا است که افکار از اینا، تصمیم گیری های از اینا در مورد مشخص ساختن
پالیسی های حکومت تاثیر می داشته باشه و اینا می تانن نقش خود برجسته بسازن. آقای اهدی، وقتی که بس از منافع ملی در افغانستان میشه، امو تعریف کلی است و گفته میشه یک سلسله ارزش‌هایی است که باید حکومت‌ها به خاطر منفعت عمومی مردم مد نظر بگیرن، اما مشخص‌تر شما دکترای سیاست هستین، در افغانستان هیچ کس یا هیچ نهاد، نه دولت، نه نخبگان سیاسی و نه احزاب سیاسی و نه مردم، یک، دو، سه، چهار شمار نکردین که نی در دراز مدت یا کوتاه مدت منافع ملی افغانستان است. لطفا اگر به زبان ساده تر، شمایی که تجربه کار در حکومت افغانستان دارین، واقعا بر حکومت افغانستان منافع ملی چی است؟ خب با تشکر سب، اول یک کمی به شکل اجمالی گپ میزنم و بعد از اون به موضوعات مشخص سرش بحث بکنم. موضوع بسیار مهم در منفعت ملی، خود موجودیت به میان آوردن و یا بقای دولت ملی است. یعنی یک تعداد مردمی که در یک مملکت زندگی میکنه، مهمترین ارزش از لحاظ ملی است که دولت باید بقا کنه و به جای خود بانه. وقتی که موضوع بقا تحت سوال نباشه، در اون صورت باز قدرتمندی اینمی دولت به مقایسه دیگر دولت ها، ای یکی از ارزش های عمده منفعت ملی برشان، یعنی ما گفته میتونیم در سابق تنها اینمی بعدا مهم بود، یعنی بعد نظامی و بعدی که یه قدرتمندی نظامی یک کشور به مقابل کشور دیگه به کدام انداز است، این بسیار مورد نظر بود. ولی تقریبا دمی چه 100 سال گذشته، سابقا یک کمی اقتصاد ارتباط داشت، ولی 100 سال گذشته اقتصاد بسیار مهم شده. نه تنها که امنیت ملی یک ارزش عمده یا منفعت ملی شناخته شده، بلکه اقتصاد، منفعت اقتصادی یک کشور به مقابل یک کشور دیگه، این هم بسیار اهمیت زیاد داره. البته کشورهایی که بسیار مقتدر هستن و قدرت‌های جهانی هستن، اونا باز اجنده‌های کلتوری هم دارن، اونا میخواین نشر یا توسعه ارزش های اونا به سطح جهانی هم از جمله منافع ملیشون شمرده میشه. مثلا فعلا از امریکا را اگر ما ببینیم، توسعه دموکراسی یا حقوق بشر و یا حقوق زن و غیره و غیره، اونا در جمله اجندای ملی خودی را قرار دادن و سیاست خارجیشان را تعیین میکنن. البته اتحاد شوروی یک مثال دیگه بود که اونا نشر سوسیالیسم به حیث یک اجندای ملی خود میدانستن. ولی یک اندازه این البته تعریف عمومیش است به صورت اجمالیش. باز به صورت مشخص وقتی که میگیم که یعنی در تحقق امر، باز گروپ های مختلف با هم نظرات مختلف دارن. یک گروپ یک پالیسی رو پیش میکنه و فکر میکنه که او به ارزش به منفعت ملی است، یک گروپ دیگه یک رای دیگر رو پیش میکنه. به صورت مثال ما براتون میگم، در بین فلسطینیان فتح فعلا فکر میکنن که برای ملت فلسطین و برای دولت فلسطین خوب است که اونا صلح کنن با امرای اسرائیل، به شرطی که اون مصالحات 67 قبول شود. ولی حماس به همان اندازه میگه که ما ملی هستیم و منفعت ملی را در نظر میگیریم، اما اونا امی مفکوره را قبول نداره و حتی مبارزه دوامدار خوش دارن، که یک وقت حتی خود فتح هم امی نظر داشته. به می قسم به ارتباط صلح و جنگ و به ارتباط مناسبات بسیار نزدیک، یا مثلا یک مثال دیگه براتون بگویم که در زمان بوش توسعه قدرت امریکا به سطح جهانی از جمله ارزش‌های ملی یا از منافع ملی امریکا شمرده میشد، اما وقتی که اوباما آمد و دید که مصارف اقتصادی فوق‌العاده زیاد است، اونا پس جمع کردن. اینه در جمله منفعت ملی خود افغانستان بر بگردیم، به افغانستان تاریخی، به افغانستان بر میگردیم. افغانستان، دولت افغانستان با یک سلسله تهدیدات مواجه است و این تهدیدات به نظر من اکثرا در خود منطقه است. به عقیده من دفع این تهدیدات فوق‌العاده مهم است و برای من از جمله منافع ملی افغانستان است. این تهدیدات چی است؟ خب به خود موجودیت این دولت تهدیدات موجود است، مداخله فوق‌العاده زیاد است و مداخله به طوری است که او بر ضد قدرتمندی این دولت است. من نمیخوام به صورت مشخص نامای ممالک را یاد کنم، ولی مشکل نیست که دوستا او را درک کنن کی خطر برای کی است. به این اساس به عقیده ما منفعت ملی یک موضوع عمده در اجندای منفعت ملی اینمی رفع تهدیدهایی است که به افغانستان فعلا از لحاظ امنیت مواجه است. مشکل دوم این است که خود آوردن صلح است.
اگر ما صلح را نداشته باشیم اینجا با بسیار مشکلات دیگه روبرو میشیم. من فکر بعقیده ما به میان آوردن صلح یکی از منافع عمده کشورش. سیم به می قسم به منافع اقتصادی میریم، هر قدر ما امکانات خود و منابع اقتصادی خود انکشاف بدیم که از اتکایی که سر دنیا داریم این اتکا را کم بسازیم، به او اندازه دست ما را باز میکنه و ما در قسمت تصمیم گیری استقلال بیشتر پیدا میکنیم و ما فکر میکنیم که او به منفعت ملی ماست. البته در پاروی وحدت ملی هم که وحدت بین اقوام که به اصطلاح در چوکات یک پلتفرم بسیار واضح باشن که هر کس هر تبعی افغانستان اینطور فکر کنن که اونا تبعی این کشور هستن و در مقابلش تبعیز نمیشه و با یک افغان است و اونا اونم چانس داره که یک افغان دیگه داره اونا هم چانس داره. ما فکر میکنیم لاقل چهار موضوعات عمده است که باید در اجنده بیاد. سپاسگزارم. دکتر صاحب، یک باور وجود داره که اکثر این حکومت ها بوده از لحاظ تاریخی در افغانستان که آمد این افراد در داخل حکومت تشخیص دادن که چی است منفعت ملی و چی است غیر منفعت یا بر ضد منافع ملی افغانستان، نقش مردم به باور شما چگونه بوده و به این باور پاسخ شما چی است؟ تشکر. ما اولتر از همه سلام احترامات خود خدمت میمانای برنامه و بینندای تلویزیون شما تقدیم میکنم. به نظر ما هر پروسه یا هر عملی یا هر مکانیزمی که بر محور ارزش‌های حقوق بشری در یک کشور ایجاد شود و منافع اکثریت مردم امو جغرافیا را چی افغانستان باشه چی کشور دیگه باشه، او منافع ملی گفته میشه که تأمین بکنه امنیت فردی انسان‌های ساکن در اون منطقه را و معیشت روزمرهشان ای جز منافع ملی است که در او امنیت هم میتونه بیایه، مسئله اقتصاد هم میتونه بیایه، مسئله تمام مسائل دیگه اجتماعی هم میتونه شامل از او شود. در تعریف و منافع ملی من فکر میکنم رول مردم در هر کشور باید اساسی و بنیادی باشه، چون مردم اگر شریک تصمیم گیری ها باشه اما پروسه به موافقت می انجامه. فرض کنیم پروسه صلح را که مال پیش کردیم، اگر ای به پشتیبانی مردم باشه، با همکاری مردم باشه، با توافق مردم صورت گرفته باشه، همی پلان ای زمینه کامیابی و امکانات کامیابیش بیشتر است نسبت به ای که حکومت ها تصمیم بگیره یا افراد تصمیم بگیره. افراد هم اگر احساس مسئولیت بکنه در مقابل مردم، طبیعی است که منافع مردم را باید در نظر بگیره. منافع مردم ساکن در یک کشور منافع ملی را تشکیل میده. حالا شما که استادی کار اکادمیک هم انجام دادین، چه فکر میکنین اگر تاریخ معاصر افغانستان را ببینین نقش مردم در تعریف و تشخیص و تعیین منافع ملی با باور شما چگونه بوده؟ متاسفانه به خصوص در سالهای اخیر که ما در 35 سال است ما در جنگ بودیم، منافع ملی از طرف مردم افغانستان تعریف نشده و تصمیم هم نگرفتن بر منافع ملی. فرض کنیم لوی جرگه ها رو که ما میبینیم، لوی جرگه ها درست است که تصمیم میگیره بر سرنوشت افغانستان بر منافع ملی افغانستان، ولی صادقانه بگوییم که چقدر لوی جرگه ها واقعا کسایی که نماینده لوی جرگه بوده نماینده مردم بوده و منافع مردم انعکاس داده در مجلس یا جرگه. اینا مسائل است که یک واقعیت است، همه گی میفهمن و این ضرورت به آگاهی مردم داره که مردم آگاهانه تصمیم بگیرن و از طریق انتخابات که خودش یک پروسه مردمی است، نمایندای با صلاحیت خود، نمایندایی که سرشان اعتماد داره، نمایندایی که منافع مردم حفظ میکنه. وقتی منافع مردم حفظ کردن، منافع ملی حفظ میشه و پارلمان و جای دیگه بفرستن که در این رابطه فکر میکنم انتخابات رول بسیار اساسی و بنیادی برای وضعیت آینده افغانستان داره. سپاسگزارم. آقای انوری، یکی از بحث‌هایی است که در گذشته افغانستان متاسفانه یک واقعیت تلخ تاریخی وجود داره، اگر با یک نگاه نقدی بر تاریخ ببینید که اقوام بوده در افغانستان منافعی را تشخیص داده و اگر چیزی که دکتر صاحب احدی برش اشاره کرد وحدت ملی یکی از منافع ملی ما باشه، چقدر کار در این راستا در یک دهه گذشته و در گذشته 3-4 دهه گذشته صورت گرفته در افغانستان و باور شما بر این نقد چی است؟ تشکر از شما. سلام به
بیننده های عزیز و مهمان های گرامی، دقیقا جناب حدیث صاحب به یک موضوع بسیار مهم و اساسی و سیاسی که سرنوشت ساز است یا تماس گرفتن. ببینین، اگر ما از افغانستان نمیخوایم که بیرون برویم، که همی افغان در چوکات افغانستان میخوایم که تمام مسائل تحلیل ارزیابی بالاخره پیدا بکنیم، یک تعریفی را یا یک راهکاری را که ما بتانیم به مو چیزی که شما سوال میکنین به او برسیم. ببینین که وحدت ملی تضمین منافع ملی است از نظر ما البته، و منافع ملی را هم تا بال کدام تعریف خاص و مشخصی نبوده که ما او را تعریف کنیم که منافع ملی چی است. منافع ملی در مقطع‌های زمانی یا در برهه‌های معینی از تاریخ تعریف به خصوص خود داشته، و همچنان نظر به جغرافیای جهان هم منافع ملی اکثرا تغییر و تبدیل میشه. مثلا در زمان در دوران اسلام یا در دوران ظهور دین مقدس اسلام، تطبیق ایدئولوژی اسلامی منافع ملی را و منافع قلمرو و حکومت ها را تشکیل می داد. اما حال به گونه دیگه است. حال از نظر ما منافع ملی در شرایط مثل افغانستان و وحدت اقوام است و مشارکت ملی از یاست و تمام از یا در آینه دولت و در آینه اداره سرنوشت‌ساز کشور باید خود ببینه و خود در تمام مسائل شریک ببینه. حالا آقای انوری، اگر یک سوال از شما بپرسم، شما عضو کابینه افغانستان هستین و به عنوان یک شهروند میپرسم که چند تا از منافع عمومی مردم افغانستان ملی را که شما هر روز سرش بحث میکنید و رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی‌های متفاوت بر از او تاکید میکنه، بر ما مشخص تر بگوین که منافع ملی در این کشور چی است؟ خب ببینین، اگر ما به نمایندگی از یک قومی که در افغانستان، که افغانستان یک کشور کثیر الاقوام است، که ما هم جزی از همی اقوام هستیم که در مجموع یک ملت افغان تشکیل میتیم، ما افتخار داریم که در افغانستان زندگی میکنیم و حالا در چوکات سیاسی دولت ما یا در آینه سیاسی دولت این قوم خود میبینه و یکی از تسکین خاطر این قوم است. اما این طوری بسنده نیست که کاملا ما به این قناعت بکنیم که درست است. و دیگه مسائل مربوط به خود اقوام است، مربوط به فرزندان نمی اقوام است که باید خود برسانند. و البته طریقه های وجود داره که چگونه میتونن که آگاهی مردم بالا بره یا سطح دانش مردم بالا بره. همانا جهان جهان قلم است، جهان جهان فرهنگ و علم است و یکی از طریق مکتب و مدارس و یکی هم تعلیم تربیت از خانه و دیگه بعضی شورای سیاسی که بتانن در مسائل در جریانات سیاسی یا قضاوت کرده بتانن و یا تحلیل ارزیابی بکنن. همان موجودیت احزاب سیاسی را در افغانستان ما در تکمیل یا در تکامل این پروسه بسیار موثر میدانم. سپاسگزارم. دکتر مرادیان، از شما بپرسم، از بود تیوری که علمیشنه و بود از این که بیشتر بیننده های ما در افغانستان کسایی هستند که از سواد کمتر برخوردار می باشند و طبیعتاً یک مملکتی که شما، اگر از شما بپرسم که با کلیگویی که منافع ملی در این جلسه ما شد، میشه قناعت کرد که منافع ملی همی چیزایی که گفته هست یا مشخصتر باید تشخیص شود و گفته شود برای افغان که کسی که کراچی کش میکنه بر از اون منافع ملی چی هست این مملکت؟ خب با عرض سلام و شب بخیر و بعد از ظهر بخیر خدمت بیننده های شما. ببینید، منافع ملی یک از زیر مجموعه بحث های دولت ملی هست که دکتر صاحب احدی اشاره کردن، و برای درک و شناخت بیشتر از مفهوم منافع ملی باید ببینید که دولت چی هست، دولت از چی مؤلفه های تشکیل شده است، و در کنار مفهوم دولت مفهوم ملت می باشد. این هست که پس منافع ملی انعکاسی است از واقعیت به اسم دولت ملی، واقعیت به اسم ملت در چارچوب یک دولت ملی. خب برگردیم به مسائل افغانستان. شما گفتن زیاد تئوری بازی نکن، من یک اینیتر صحبت کنم که ما باید ببینیم که در آیا افغانستان مؤلفه های اصلی یک دولت داشته است یا خیر. بعد از اینکه ما تثبیت کردیم که بله افغانستان در این چند دهه یا چند سده اخیر
چیزی به اسم یک دولت ملی داشته است. سال بعدی باید از این بپرسیم که ملت افغانستان چی ویژگی هایی داشته است در همین سده های اخیر، و بعد سال سوم ما در چارچوب منافع ملی افغانستان در با یک نگاه تاریخی نگاه کنیم. بهترین دولت ها موفق ترین هستند در پشتیبانی و معرفی و دفاع از منافع ملی، و هرگاه دولت ها ضعیف باشند با خودی خود منافع ملی یک دولت ضعیف نمیتوند نمایندگی یا حفاظت کند. از نگاه تاریخی دولت افغانستان هنوز تشکیل نشده است، چون یکی از مؤلفه های اصلی یک دولت ملی مشخص بودن سرزمین است. سرزمین افغانستان هنوز تثبیت نشده است. پس متاسفانه ما نمیتوانیم بگوییم که چیزی یک نهاد به اسم دولت ملی در افغانستان وجود داشته است. بنابراین دولت ها و کسانی که به نمایندگی از دولت ها در کابل حکومت میکردن بیشتر از یک نهاد تکمیل شده نمایندگی میکردن، و یک نهاد تکمیل نشده نمیتواند منافع ملی حمایت و یا نمایندگی کند. مشکل دوم تاریخی افغانستان فقر بوده است. فقر افغانستان، جامعه افغانستان یک جامعه فقیر بوده است، و خود به خود دولت افغانستان هم یک دولت فقیر بوده است. بنابراین دولت های فقیر نتوانستن و نمیتوانن از منافع ملی حمایت کنند. مسئله سوم مشروعیت است. مشروعیت نظام هایی که دارای یک مشروعیت قابل قبول هستند، اون نظام ها یا اون دولت ها بهتر میتوانند از منافع ملی نمایندگی و حفاظت کنند. و دولت ها به استثنای چند موردی از مشکل مشروعیت رنج ببرند. پس ما سه مشکل تاریخی داشتیم. یکی که نهاد به اسم نهاد دولت ملی در افغانستان ناتکمیل باقی مانده است. یک. دو، مشکل فقر است. و سه، بحث مشروعیت نظام ها هست که مشروعیت ها نتوانستن یک مشروعیت قابل قبول سیاسی داشته باشند. و اگر ما میخواییم منافع ملی خود خود با یک نگاه جدید نگاه کنیم، این سه چیز ما باید داشته باشیم. یکی که باید دولت ملی باید ما تشکیل شود، و دو، بحث مشکلات اقتصادی دارن، و سومی هست بحث مشروعیت نظام ها برمیگردد به هویت سیاسی یک ملت. و هویت سیاسی ما افغان ها هنوز مشخص است. آیا ما کشور کثیر الاقوام هستیم که جناب وزیر صاحب فرمودن ما کشور اقلیت ها هستیم، یا کشور هستیم که متعلق به یک قوم است، یک نظام اسلامی هستیم؟ و پس در قسمت هویت سیاسی افغانستان هم هنوز یک اجماع ملی وجود نیامده است. حال دکتر صاحب، اگر یک مشخص تر بپرسم از شما، از لحاظ تاریخی وقت کاسب شناسی بکنید، تاریخ افغانستان، حکومت فعلی افغانستان داعش است، همون رقم که وزیر صاحب گفتن که یک حکومت مشارکتی است و اکثریت اقوام در افغانستان خود دایی میبینن، نهاد ملی بودن چی معنی میده؟ از لحاظ اقتصادی موقعیت حکومت افغانستان در 10 سال گذشته متفاوت تر بوده از حکومت های گذشته. و بحث مشروعیت هم، انتخابات داشتیم، رئیس جمهور افغانستان به اساس آرای مردم انتخاب شد، پاسخ چی بوده میتونه بر این وضعیت؟ بدون شک در 10 سال گذشته تغییرات مثبت بسیار بسیار چشمگیری آمده است، و مردم افغانستان و دولت افغانستان باید و جامعه مدنی افغانستان باید افتخار کنند به دستاوردهایی که در 12 سال اخیر ما داشتیم. ما پس بحث سیاه‌وسفید نیست، دستاوردهای کلان داشتن. باز برمیگردیم بحث جزه، نظام سیاسی ما مبتنی بر جمهوری است، و جمهوری، محوریت جمهوری شهروندی است که شهروندان به عنوان یک فرد دارای حقوق اساسی هستند. پس همون برای ما هنوز هم یک پارادوکس است که آیا ما کشور اقوام هستیم یا یک جمهوری هستیم. در جمهوری همه شهروندها دارای یک سلسله حقوق اساسی هستند. حال باور شما چی است؟ ما جمهوری هستیم یا کشور اقوام؟ در قانون اساسی افغانستان ماده های اصلی بحث شهروندی هست، اما مشکلی که دیگه هست که در فرهنگ سیاسی ما هنوز ترکیبی از کشور اقوام هستیم، کشور اقلیت ها هستیم، یا کشور یک قوم خاص هستیم. پس یک تفاوت
فاحش بین قانون اساسی افغانستان بین بمان یک سند یک منشور ملی و واقعیت ها و فرهنگ سیاسی موجود در افغانستان. پس چیزی که شعار داده میشه توسط رئیس جمهور و با پایین توسط احزاب در افغانستان منافع ملی با چیزا شاخصهایی که شما مشخص ساختین درست نیست. این شعار چون هر کس از ادرس خود خوب منافع ملی نگاه میکنه. مگر تعریف ما از هویت سیاسی افغانستان یک کشور کثیرالاقوام باشه از دید قوم خود به منافع ملی نگاه میکنه. اگه تعریف ما یک تعریف طالبانی باشد از دید تعریف طالبانی از نگاه میکنه و اگه تعریف ما یک تعریف دموکراتیک و جمهوری طلبانه باشد نگاه ما متفاوت هست. درست. پس هنوز در مورد هویت سیاسی افغانستان بخصوص بین طبقه سیاسی اختلاف نظرهای زیاده بوده. بعد در همین مبنا بحث منافع ملی ما نتوانستیم یک اجماع ملی بیاریم چون همین هویت سیاسی افغانستان رو از او تفاوت و اختلاف هنوز زیاده. سپاسگزار. بیننده های عزیز، نتیجه رأی شما، کسایی که برای گزینه A رای دادن 45%، کسایی که به گزینه B رای دادن 29% و گزینه C و D 13% است. تا لحظات دیگر برمیگردیم و میخواهیم بپرسیم که آیا اجماع ملی بر منافع ملی در افغانستان وجود داره یا نه، و یا هویت ما هویت مشترک است یا هویت متفاوت، آن چیزی که آقای مرادیان گفت مبتنی بر تعریف‌های شخصی یا گروهی. با ما بمانید. بیننده مناظره کابل با گونه زنده از تلویزیون یک هستید و بحث محوری امشب مناظره کابل منافع ملی چی است و کی باید منافع ملی را تعریف کنه و تهدیدات مشترک پیرامون همه شهروندان در افغانستان. آقای مسعود، شما دیدگاه های دکتر مرادیان را شنیدین. آیا اجماع ملی بالای منافع ملی در افغانستان وجود داره یا نه، و یا ما از هویت مشترک ملی برخوردار هستیم یا هویت های متفاوت؟ به این جای شک نیست که در افغانستان هویت های مختلف قومی وجود داره، اما سوال اساسی تر مطرح میشه که ما چطور میتونیم یک هویت ملی واحد پیدا بکنیم. در طول تاریخ تکامل جامعه بشری هویت‌های قومی تا وقتی که یک بستر سیاسی برش خلق نشه به صورت خود به خودی نمیتونن که هویت ملی پیدا کنن. ما از این خاطر در طول بیش از 280 سال که حکومت افغانستان به وجود آمد هنوز هم شاهد هویت‌های قومی در افغانستان است. کشورهای دیگه که این مراحل تاریخی را طی کردن واقعا به یک ملت واحد تبدیل شدن به خاطری که تانستن یک بستر سیاسی برش ایجاد بکنن، منافع اقوام مشترک بسازن و همچنان یک جامعه سیاسی را بتانن به وجود بیارن. اما در طول تاریخ افغانستان زمامدارای ما معتقد به ایجاد بسترهای سیاسی که انعکاس دهنده منافع همه اقوام افغانستان بوده باشه نبودن. والا آقای مسعود، اگر بس از فرصت سازی و بستر سازی باشه، در یک دهه گذشته افغانستان حداقل در نصف از دهه شما مزویت زمامداری از اینمی کلی مملکت داشتین. دلیل چی بود؟ چرا بستر ساخته نشد؟ انشاءالله می‌بینید که در طول 12 سال گذشته ما باید معتقد به این بودیم که حرکت‌های سیاسی فراگیر در کشور به وجود می‌آمد و احزاب سیاسی فراگیر می‌توانست منافع همه گروه های قومی را مشترک می ساخت. اما امروز ببینیم که یک حزب سیاسی فراگیر در کشور وجود ندارد و خود حکومت قصدن ممانعی را ایجاد کرده به این که نهادهای سیاسی محتوای احزاب سیاسی به شکل گسترده در افغانستان به وجود بیاید. اینا ببینید وقتی که خود ساختار سیاسی را ما میبینیم، ساختار ریاست جمهوری که خود ساختار ریاست جمهوری فعلی ما فاقد یک حزب سیاسی است. رئیس جمهور پشتون، معاون اول تاجک و معاون دوم وطندارای تشیع ما، هر گروه قومی پیش نفر خود میره، تاجک پیش تاجک، هزاره پیش هزاره، پشتون پیش پشتون. درست؟ ما هیچ وقت ندیدیم که وطندارای هزاره پیش معاون تاجک بره یا پشتونای ما گاگای بیان پیش معاون دوم. این چی را نشان میده؟ که در طول تاریخ هویت‌های قومی به نفع یک هویت سیاسی تغییر نکرده و هنوز هم ما صاحب یک جامعه ملی نیستیم و هنوز هم ما شاهد ایجاد یک جامعه سیاسی نیستیم. در کشورهایی که هویت‌های قومی قوی باشه و جامعه ملی ضعیف باشه یا جامعه سیاسی ضعیف باشه، مسلماً دیگه در اوج
چیزای مشترک به وجود نمه. الان ما سر منافع ملی گپ میزنیم، چون یک هویت ملی مشترک وجود نداره. هنوز هم هویت‌های قومی نسبت به هویت سیاسی قوی است. هر قوم منافع خود در راستای منافع ملی فکر میکنه. اگر ما واقعا یک جامعه ملی می‌داشتیم، یک جامعه سیاسی می‌داشتیم در قبال تمام مسائل ملی و پالیسی‌های ملی، ما موقف مشترک می‌گرفتیم. و دلیلش چیز کمبود سازمان‌های سیاسی، نهادهای جامعه مدنی. ما نتونستیم گروه‌هایی را به وجود بیاریم که اینا واقعا انعکاس دهنده افکار و تمایلات عام مردم افغانستان و تمام گروه‌های قومی باشه. شما حتی احزاب سیاسی رو ببینید، همه احزاب سیاسی در اطراف منافع قومی میچرخ. ما هیچ حزب سیاسی را ندیدیم که دو پشتون، تاجک، هزاره، ازبک کلش یک جایش بوده باشه. درست؟ افغان ملت است مثلا میگن حزب پشتون است، جمعیت است مثلا میگن که حزب اکثریتش تاجک است، وحدت ملی میگن حزب هزارای ماست، جنبش ملی میگن حزب ازبکای ماست. درست؟ حال تقصیر از کی است؟ تقصیر از این است که هر حکومتی که معتقد به انکشاف سیاسی نباشه و منافع سعی کنه جد منافع ملی دو چیز مطرح بشه، یکی منافع ملی، یکی منافع شخصی. درست؟ هر اگر نهادهای سیاسی نتونن منافع شخصی یا آرزوهای شخصی را محدود بسازن و اگر یک زمامدار بخواد که آرزوهای شخصی خود نفوذ بتنده در منافع ملی یا منافع ملی تحت تاثیر آرزوهای شخصی خود قرار بده، سازمان ها هیچ شکل نمیگیره. آل یک پرسش مشخص تر آقای مسعود، اگر شما گله دارین از احزاب در افغانستان، می احزاب کلان حکومت افغانستان را تشکیل دادین، حزب وحدت نماینده دارد، جمعیت اسلامی آقای مارشال فهیم اونجا حضور دارد، رئیس جمهور افغانستان شعار وحدت ملی و نمایندگی از تمام مردم افغانستان میته، وقتی که خود احزاب میرن با کپسولای قومی ایجاد میشن فرصت نمیته، فکر میکنین عادلانه باشه تنها یک نفر کور رئیس جمهور افغانستان باشه یا افراد به خصوص دیگه را متهم بدانیم برای عدم فرصت سازی در افغانستان؟ مسلما فکر کنید شما کسایی که رفتن در حکومت فعلا شریک هستن، اینا به نام اقوام رفتن، یعنی که اینا مارشال فهیم حافظ منافع قوم تاجک است. درست؟ رئیس صاحب جمهور حافظ منافع قوم پشتون است، خیلی صاحب حافظ منافع قوم هزاره ماست. درست؟ ما این گله را از احزاب ندارم، یعنی احزاب نتونستن که فراگیر شوند، نتونستن خود گسترش بدن. وقتی که قانون انتخابات طور تنظیم میشه که هیچ نوع زمینه را بر رشد احزاب مساعد نمیسازه، درست؟ پس چطور احزاب میتونه که سرتاسری شوند؟ به این خاطر ما میگیم این گناه حکومت. حکومت ها معمولا یا احزاب از طریق دولت ها به وجود میرن، احزاب دولتی که بتونن در خود بستر سیاسی وحدت ملی را تمثیل بکنن، یعنی گروه های مختلف اجتماعی بیاید یک بستر سیاسی و ایجا وحدت ملی تمثیل شوند. درست؟ یا از متن توده ها احزاب ظهور میکنند، مثلا حزب کمونیست چین از متن توده ها ظهور کرد و او میتونه که گروه های مختلف قومی رو در بستر سیاسی جمع بکنه، اهدافش هم مشترک بسازه. اما در افغانستان در طول 12 سال گذشته کارهای صورت گرفت به صورت عمدی که احزاب نتونن سرتاسری شوند، احزاب نتونن فراگیر شوند. یعنی میالیم شما ببینید میگه که هر حزب سیاسی نمیفهم در 25 ولایت افغانستان باید دفتر داشته باشه. درست؟ خب وقتی که یک حزب هیچ نوع امکانات نداره اما نخبه‌های سیاسی در وجود داره و در هر دفتری که در هر ولایت باز شوه حداقل مصارفش تقریبا $3,000 میشه دمای یک حزب سیاسی، از کجا کنی که مصارفه بده؟ این معنایش چیست؟ معنایش چیست که حکومت‌های خودکامه، حکومت‌هایی که منتقد به دموکراسی نیستن، حکومتایی که نمیخواین دموکراسی نهادمند شوه یا یکی نهادهای سیاسی نهادمند یک کشور به وجود بیاید، آرزوهای شخصی خود در محتوای اهداف ملی میخواین که نفوذ بتن و کشور از یک تحول بسیار عمیق سیاسی میخواین باز داره. حالا آقای مسعود، 5 سال شما معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بودین و امروز گله دارین، مسئولیت خود چگونه میدونید؟ ما همو وقتم برای رئیس جمهور همش میگفتم نمیفهم که حدیث وقت تشریف داشتن، سپاسگزارم. وزیر صاحب دفاع وقت تشریف داشتن، اولین مرتبه که ما اومدیم در حکومت اولین پیشنهاد من برای رئیس جمهور همین بود که در یک کشوری که چندین نوع گروه های قومی وجود داره، یک کشور بسیار پیچیده و ناهمگون است از نظر ترکیب قومی، ما باید یک حزب دولتی بسازیم
که در این ما بتانیم اهداف همه اقوام کشور مشترک بسازیم، همین میتونه که فعالیت های حکومت تسریب باشه و هم میتونه یک زمانت بر وحدت ملی باشه و هم میتونه در پلیس های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی ما اهداف و منافع ملی را از طریق حزب بتانیم تمثیل بکنیم. سپاسگزار. بیننده های عزیز، تا لحظات دیگر دوباره برمیگردیم، با ما بمانید. بازم خوش آمدید. بیننده مناظره کابل به گونه زنده از تلویزیون یک هستین. دکتر سبهدی، از شما بپرسم، شما صحبت های آقای مسعود شنیدین؟ بله. حکومت افغانستان اراده نداره بر بسترسازی و عذاب خود در چارچوبات اقوام قید کردین، تبصره شما لطفا. خب سب، من فکر نمی کنم که ما یکقدر به او اندازه هم ملت ما متشتت باشه که فکر می شود. و در چند سال گذشته ما فکر می کنم به طرف ملت سازی چندین قدم بسیار عمده برداشته شده. در ملت سازی یک عنصر، دو عنصر عمده در ملت سازی، یکی موافقت بر هویت ملی است و دوم مساوات اتباع است که کل مردم افغانستان عین حقوق و وجایب داشته باشند و هیچ کس بر اساس قوم یا بر اساس مذهب یا بر اساس منطقه نکدام برتری داشته باشه و نکدام کهتری داشته باشه. قانون اساسی ما به ارتباط تقریبا یک قانون بسیار لیبرال بگویم، یک قانون خوب است به ارتباط که مساوات قانونی همه اتباع را نگاه کرده و به سرحدی که ما علی پشترم بعضی صحبت شد که نه تنها که مساوات قانونی را از اتبار نگاه کرده، بلکه مشارکت اقوام هم تقریبا نهادی نساخته، در کابینه هم ساخته و در پارلمان و در دیگر مؤسسات شده. به این اساس با فکر بکرم که ما یک حرکت مثبتی به طرف ملت سازی کردیم و ایام اترام فکر نشوه که چون ما یک مملکت کثیر القوم هستیم، به این اساس فوق‌العاده بسیار مشکل است که ما یک ملت واحد از او ساخته بدانیم. هندوستان ببینین که با صدها چی که با صدها قوم دارن، ولی بالاخره به طرف ملتسازی روان هستن. پیش از اینکه به ادامه تبصیرتان، یک پرسشی که به ذهن ما آمد، با وجود که افرادی هستن که به نمایندگی از اقوام در چوکات حکومت افغانستان وظیفه اجرا میکنن، اما هنوز هم مشکلات مشارکت یکی از مشکلات اساسی است. شما عذاب میبینید که گله میکنن، شکایت و انتقاد دارن، و وقتی که شما از بس نهادی نشدن مشارکت به اساس قانون اساسی افغانستان صحبت میکنین، چی معنا میده؟ یعنی به شکل دوامدار باید این تقسیمات که صورت گرفته، این تقسیمات ادامه پیدا بکنن؟ نخیر، ببین، در قانون اساسی ما از مشارکتی که نهادی نباشه اوتر صحبت نشده، بلکه در پالیسی حکومت، در کابینه و در پالیسی های دیگه حکومت تقریبا شکل نهادینه را داره، به این اندازه که حتی گفته میشه که در پوانتون از کدام منطقه به کدام اندازه باشه، در کابینه حتی فیصدی تقریبا همطور گفته میشه که او 100% مراعات نمیشه و ما طرفدار 100% مراعات کردن و هم نیستم، که باز بسیار یک چیزی بسیار یعنی مشکلات را خلق میکنه. قانون اساسی ما مساوات حقوقی همه اتباع افغانستان را تکمیل کرده، اما پالیسی حکومت ما، پالیسی حکومت ما باز اقوام مختلف، مناطق مختلف در نظر گرفته و او را انعکاس میده در پالیسی خود، تا اندازه‌ای که حتی بودجه حکومت سالانه، حتی اون وقتی که به لحاظ پروگرام بعضی ولایت‌ها به او اندازه پولی که باید که دیگه ولایت‌ها که بر دیگه ولایت‌ها رسیده به او نرسد، یک مقدار پول به صورت اختصاصی برای اونا میدن. این ما فکر میکنم که از لحاظ این که به همه اقوام برسه یک حرکت خوبی است در این ساحه. و در قسمت احزاب البته بحث جداگانه است. در قسمت احزاب من ایرا یعنی هم نظر معاون صاحب هستم به ارتباطی که متاسفانه احزاب در افغانستان رشد نکرده و رشد هم نخواهد کرد اگر حالت موجوده موجود باشه، یعنی برقرار باشه. اینجا در پارلمان هم مردم خوش هستند که به صفت افراد بیاین و در آخرین تحلیل من فکر میکنم در یک دموکراسی باید برای مردم، برای جامعه یک چند بدیل معقول داده شوه و اونا بین یک چند بدیل معقول انتخاب کنن، نه اینکه صد بدیل معقول با
برشان یا صد بدیل معقول یا غیر معقول برش داده شو انتخاب کردن نمیتونن نمیفهمن به اساس ضرورت احزاب است اما مالکی که به طرف دموکراسی رفتن اگرچه در اول اگر دموکراسی هم نداشتن احزاب هم نداشتن مثلا در قانون اساسی امریکا اجرایی به احزاب چیز نیست بحثی نیست ولی بسیار زود فهمیدن که یک ضرورت است و فورا چیز دادن تشکیل دادن همه دموکراسی هایی که فعال هستن کار میکنن اونا احزاب دارن من طرفداری هستم که به نفع احزاب قوانین مطرح شوه اتونه که احزاب از او سو استفاده کنه در پالوی ای که رشد احزاب به میان بیاره مسئولیت اونا را هم باید دو پرسش مشخص بله. آقای مرادیان باورشی بود که قانون اساسی افغانستان از نگاه شهروندی به قضایا دیده بله. بس حقوقیش اما واقعیت ها چیز متفاوت تری است دوم اگر بس توسعه متوازن به عنوان یکی از پالیسی های اساسی حکومت افغانستان بپذیریم حداقل پارلمان افغانستان که نماینده های مردم افغانستان است سالانه یک دو بار به اعتراض به عدم توسعه متوازن ولایات مختلف اعتراض میکنند و بودجه ملی را رد میکنند پاسخ چی بود همیتانه؟ خب باید قانون اساسی باید امان مطور باشه هدف قانون اساسی ایجاد یک دولت است ایجاد یک ملت است و بر اساس شهروندی باید باشه ولی که واقعیت ما کمی دور است از او امید است که به مرور زمان ما بالاخره به مو واقعیت برسیم وقتی که گفته میشم کل مردمی که اتباع افغانستان که در افغانستان زندگی میکنن اونا افغان هستن هویتشان افغان است و همه ایشان دارای حقوق مساوی و غیره هستن خب ممکن ای از واقعیت کمی دور باشه ولی یک ایدئال خوبی است که قانون باید از ایدئال صحبت کنه و فکر میکنیم قانون اساسی افغانستان در قسمت کدام نقص و در مورد توسعه متوازن و در قسمت توسعه خب در هیچ نقطه دنیا اینطور نیست که همه نقاط کشور مساویانه رشد کرده باشه اگر شما با امریکا هم برین ممکن وایومینگ بسیار فرق داشته باشه نسبت به نیویورک اریزونا فرق داره نسبت به کالیفرنیا و غیره و غیره ولی اینطور نیست که به صورت سیستماتیک رشد در یک منطقه یا بر اساس قوم یا بر اساس منطقه وجود بیشتر باشه در افغانستان هرات خوب رشد کرده مزار شریف بسیار خوب رشد کرده جلال آباد هم بد نیست نگرار هم بد نیست که رشد کرده قندار و قراش نکرده به خاطر جنگا و مثلا هلمند هم و قراش نکرده باید بیشتر رشد میکرده ولی راستی به مقایسه بلخ به مقایسه هرات دایکندی روش نکرده به مقایسه بلخ و به مقایسه هرات و ننګرهار غور روش نکرده به اندازه ولی به مرور زمان حکومت وقتی که یک منطقه خوب رشد کرد به مرور زمان اونا باید حکومت باید امکانات خود به اون طرف دیگه به منطقه که زیاد روش نکرده به اون طرف زیادتر امکانات خود جاری بسازه تا اونا هم به مرور زمان برسن ولی در هیچ نقطه دنیا هم اینطور نیست که هم منو کافی یک کشور به صورت مساویانه رشد کرده باشه دائم یک فرق می باشه ولی پالیسی حکومت می باشه که بسیار زیاد فرق بین شده باشه سپاسگزار بیننده های عزیز شما همچنان فرصت دارین تا دیدگاه هایتان را در مورد سوال محوری برنامه مناظره کابل با ما شریک بسازید سوال محوری مناظره کابل کی باید منافع ملی را در افغانستان تعریف بکنه؟ گزینه اول مردم افغانستان، گزینه دوم دولت، گزینه سوم نخبگان و گزینه چهارم اقوام در افغانستان. به مینوی پیام موبایلتان رفته. برای گزینه اول اگر فکر میکنید مردم افغانستان، ایره به فشار بتین. برای گزینه دوم اگر دولت فکر میکنید بیره و اگر نخبگان سی و اگر اقوام در افغانستان دیره و بعدن به شماره 729 ارسال کنید. شما میتونید از افغان بی سی، افغان تلکام، اتصالات و ام تی ان پیام بفرستید و پیام شما رایگان است. دکتر صاحب سیما سمر، تهدیدات مشخصی که آینده همه شهروندان افغانستان است، چی پشتون است، تاجک، هزاره، ازبک یا اقلیت های دیگه تهدید میکنه چی است؟ مثال های مشخصترش اگر بگوییم زورگویی، فساد، فقر، بیداد و استبداد، باور شما چی است؟ البته به نظر من یکی از مشکلات بسیار جدی که آینده افغانستان تهدید میکنه فساد است و بی‌امنیتی. عدم البته زیاد است، مثلا دسترسی مردم، عدم دسترسی مردم به عدالت است که متاسفانه یکی از چیزایی است که هیچ توجه بهش صورت نگرفته. اینا وقتی که دولت ها تشکیل میشه که وانمود بکنه که از منافع مردم یا منافع ملی یک کشور دفاع میکنه، او مجبور است بعضی خدمات به مردم ارائه کنه که از جمله خدمات اجتماعی ابتدایی است که خودش باعث تأمین امنیت فردی و انسانی میشنه. مثلا مردم افغانستان اگر متوجه باشین که هر فامیل تلاش داره که بچه خود که بعد از سنف 12 خلاص میشه یا دختر خود
به کشور دیگه برای بورس روان کنه. ای چی است؟ دلیلش چی است که در اینجا امنیت انسانی برای دسترسی به یک تعلیم تربیه با کیفیت وجود نداره؟ بنانی تمام اینمی و منافع فردی است که منافع کلی را تشکیل میده. به او خاطر ما فکر میکنیم یکی خو عدم تعهد سیاسی است که برای تقویه بیشتر حقوق شهروندی و تقویه بیشتر دموکراسی در افغانستان که به شمول احزاب سیاسی میشه که احزاب مانی رشد احزاب میشه تلاش میکنن که احزاب محدود بسازن که حق مردم است که در احزاب بره در سیاست آینده افغانستان سهم بگیره در سیاست سهم داشته باشه. مسئله دوم مندار مسئله فساد است که گفتم که متاسفانه بسیار گسترده است که منافع مردم فراموش میشه، منافع فردی بسیار عمده میشه در اونجا که یک تعداد افراد باز تکدار قوم میشه و تکدار زبان میشه و تکدار حتی دین و مذهب میشن، او را تعبیر میکنن به منافع ملی. مسئله سوم بازم من تاکید میکنم که اشتراک مردم و حق مساوی به مردم. حال شما میبینین که در تعریف منافع ملی افغانستان زنها بسیار کمرنگ است. نمونش مناظره امشب شما است که اینجا هیچ زن نیست. اول یک نفر یک فرصت رایگان مساعد ساخته بودی که نامدن حضور نه به دلیل چی نامدن؟ به دلیل از اینکه امنیت را که بچه ها داره بعد از 8 بجه شب خانه خود بره امی امنیت دختران نداره و یه مشکل بنیادی است در جامعه افغانی. تبعیض است. این موجودیت تبعیض و تقویه عدم تقویه برابری در یک کشور اینا خب منافع ملی را در خطر مندازه. حالا منافع ملی چی میتونه باشه؟ اگر قانون مثلا تحصیلات عالی زودتر پاس شد منافع ملی ماست یا ایست که در پارلمان هر روز جنگ کنن سر فقط دو کلمه پوانتون یا دانشگاه؟ وقتی که جنگ میشه بالای دو کلمه پوانتون دانشگاه چی معنا میته با باور شما خانم سمر؟ معنای پراگندگی رو میته، معنای از این رو میته که بعض افراد فقط حتی لسان یا قوم خوده میخواه وسیله بسازه برای کنترل قدرت، برای کنترل یک تعداد دیگه مردم و این خودش تخطی است از نظر حقوق بشری چون تسلط میخواه داشته باشه سر دیگه رو. ولی یک کلمه انتونیو دانشگاه یا امثال از او کلمات است که تمام روز جنجال ایجاد میکنه در پارلمان افغانستان، در دانشگاه های افغانستان و در پانتون های افغانستان. اینه اگر منافع ملی درست ترسیم شود و بر محور ارزش های حقوق بشری و برابری در یک کشور تامین شود طبیعی است که این مسائل مطرح نیست. اما رقمه که وزیر صاحب تجارت یادآوری کرد هندوستانه، هندوستان شاید 100 زبان در هندوستان مطرح باشه ولی شما نمیبینین که سر کلمات دانشگاه و پوانتون یا امثال از این کلمات جنگ بکنن. زبان ملی زبان کاری دفتری خود انگلیسی ساختن که هیچ از خودشان نیست چون منافع خود در او میبینن، منافع مشترک خود در او میبینن و ما سر منافع بسیار خرد ریزه که منافع اصلی و کلان مردم ما را زیر تاثیر میگیره در این مسائل میپیچیم. سپاسگزار. آقای انوری، واقعیت ها به گونه ای است که نشان میده ناهماهنگی و پراگندگی از تعریف ما بر منافع کلی همه شهروندان افغانستان است. با باور شما ما در یک فضای سخت تاریخی قرار داریم و نازک، اگر چنین ناهماهنگی و پراگندگی ادامه پیدا بکنه سرنوشت آینده را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ دقیقا ببین اگر واقعیت ها میسته که ما تقریبا 30 دهه کشمکش های داخلی را پشت سر گذاشتیم، این طبیعی است در هر جامعه و در هر مجامع انسانی این هم چهالاتی رخ داده، اما قهرمان و کسی است که تانسته که هر چیز تا چاره برای مشکلات پیدا بکنه و از این مشکلات فائق بدر بیاید. خب این چیز یک چیز طبیعی است که بعد از کشمکش های داخلی همچه موضوعاتی رخ میده. این فراغندگی هست، موجود هست، اما در مقابل یک سلسله ما دستاوردهایی هم داریم
همین ساختن قانون اساس، ساخته شدن قانون اساسی در افغانستان یا ایجاد دولت در افغانستان و ایجاد یک نظام در افغانستان و همچنان ایجاد قوه مقننه و قوه اجرایه و یا کلا اساساتی است که گذاشته شده. حالا ما باید چگونه باید روبناها را بالای این زیربناها باید ایجاد بکنیم و این را به بالا بکشیم. حالا مسئولیت کی هست؟ حکومت افغانستان، نخبگان سیاسی که شامل طبیعتا مسئولیت همگی ماست. مسئولیت همگی ماست. ببینیم که وقتی که ما بحث ما از مشارکت ملی است و بحث ما از منافع ملی است و این در برگیرنده تمام اقوام و تمام مردم یا تمام چیست تبع افغانستان است که در افغانستان زندگی میکنند و باید در اینجا وظیفه حکومت معلوم است، وظیفه قوه های مقننه و اجرایه معلوم است و همچنان وظایف مردم معلوم است. دولت باید از ملت و از مردم باید حمایت بکنه و مردم هم از دولت خود باید اطاعت بکنه. حالا آقای انوری، پیشتر خانم سمر از دو واژه است یاد کرد، پانتون، دانشگاه. در داخل حکومت افغانستان اگر قصر یا ریاست جمهوری را ببینین، روی کرد بگونه است، یا سکوت میشه، یا اگر دو تا معاون رئیس جمهور با رئیس جمهور را ببینین سه تا دیدگاه دارند در مورد ازی. چگونه میشه احساس مسئولیت کرد و از این بحران به گفته شما قهرمان سازی کرد یا کس قهرمان شد و بیرون شد؟ ببینید، ما بدون از اینکه در کیفیت ها ما فکر بکنیم، راجع به کمیت ها زیادتر فکر میکنیم. چه اگر همین پوانتون باشه، یونیورسیتی باشه، یا که دانشگاه باشه، چه تأثیری بالای کیفیت میگذاره؟ ما باید بالای کیفیت ها باید فکر بکنیم که کیفیت ها باید با وجود بیاریم، نه کمیت ها را. بنابراین این چیزهایی است که واقعا فراگندگی ها را یا ذهنیت ها را خلق میکنه در بین جامعه. اما این را وظیفه همگی ما و شماست که باید مردم که البته سازنده تاریخ است و همیشه در ادوار تاریخی مردم سازنده بودند. ببینید، در دوران جهاد مردم نان خوده همراه اینمی مجاهدین ما تقسیم کردن یا برازوها دادن. سرنوشتاز اصلی تاریخ هر کشورها مردمشان است. در افغانستان هم همچو چیزی بوده. بنابراین ما بالای کیفیت ها باید فکر بکنیم، نه به کمیت ها. سپاسگزار. دکتر صاحب، دو پرسش از شما دارم. یکی که یک باوری وجود داره که در بین شهروندان افغانستان در میانشان احساس منافع و تهدید مشترک وجود ندارد. دلیلش چی است؟ یک باوری وجود دارد که دولت ها هستن تعریف کردن و ما منافع را ناوردیم، مردمی و تودهی نساختیم و می دلیل است که ما احساس مشترک نمی کنیم. پرسش دوم مایی است که تهدیدات مشخص که آینده همه ما را تهدید می کنه چی است به باور شما؟ خب، شهروند یک مفهوم سیاسی هست. این هست که کسان باشندگان یک سرزمین که دارای حقوق مساوی هستند در برابر قانون. در اینجا ما رعیت هستیم، تبع هستیم. ما تبع افغانستان، حتی در ادبیات سیاسی افغانستان از تبع نام گرفته شده است. و یا چیز دیگه، ما بندگان هستیم که خدایان او. خدایان میتونن مردهای زنستیز باشن، ملاها باشن، قماندانها باشن، تکداران این و آن باشند. پس ما همون مفهوم آزادی و برابری در فرهنگ ما بسیار ضعیف است. پس هرگاه شهروندان افغانستان واقعا احساس کنند که اونا شهروند هستند، برابر و آزاد آفریده شدند، او وقت ما میتوانیم از حکومت های ملی، منافع ملی صحبت کنیم. پس این بسیار مهم است که ما به طرف ارزش سازی حرکت کنیم. و ارزش سازی به معنای نفی هویت های قومی نیست. من میتوانم فارسی زبان باشم، میتوانم از هرات باشم، میتوانم تاجیک باشم یا این و آن باشم، اما گپ آخر من شهروند جمهوری افغانستان هستم. همه از هندوستان مثال زدن. مثال هندوستان یک نمونه خوب است. و در پاسخ سوال دوم شما، من مثال پاکستان استفاده میکنم. هندوستان یک کشور هست که بیش از 1 میلیارد جمعیت دارد و حدود 80% از جمعیت هندوستان هندو هستند و اقلیت های مذهبی سیک ها هستند، مسلمان ها هستند و مسیحی ها هستند. فعلا سمبول های قدرت سیاسی در هندوستان در اختیار به اصطلاح اقلیت ها هستند. صدر اعظم هندوستان یک سیک هست. وزیر خارجه هندوستان
یک مسلمان می باشد. سونیا گاندی رهبر حزب کانگره که بزرگترین حزب سیاسی هندوستان و در قدرت هستند، یک فرد ایتالیایی تبار و مسیحی هستند. پس یک مسیحی می تواند در هندوستان رهبر شود، یک مسلمان می تواند یک سیک می شود. و تستی هم که برای ما افغان ها هست این هست که آیا واقعا ما فقط قانون مهم نیست اینجا، اما پذیرش عمومی مهم است. نمونه دیگه مثلا امروز ما در هرات یک والی نو داریم، والی نو هستن که از ننگرها آمده است، پشتو زبان است و هراتیا از او استقبال کردن. تستی هست که آیا فردا روز اگر یک والی، یک هراتی فارسی زبان به ننگرها به عنوان والی انتخاب شود، پذیرش عمومی وجود خواهد داشت آخر؟ هرگاه چنین پذیرش عمومی وجود آمد که ما همدیگر از دید شهروند نگاه کنیم، اون وقت ما میتوانیم خیلی مشکل داریم. در مورد سوال دوم شما، اگه شما به تاریخ بنگرید، پاکستان تشکیل شده بود از دو قسمت، پاکستان شرقی، پاکستان غربی. و چرا پاکستان از یک دیگر جدا شدن و کشور جدیدی به اسم بنگلادش ایجاد شد؟ مسئله بحث زبان بود. پنجابی ها نخواستن که زبان اردو که زبان غالب بود در کنار از او یک زبان دیگر به رسمیت بشناسن، و همین عدم پذیرش دو زبان در کنار یک دیگر باعث تجزیه پاکستان به پاکستان و بنگلادش شد. بنابراین تهدیدات مشترکی که همه ما وجود دارد بس مداخلات خارجی است که ما با یک همسایه های نامهربان همسایه هستیم، بس تروریست هم، بس القاعده است. تهدیدات خارجی باید ما جدی بگیریم، و از این طرف تهدیدات داخلی هم بس همه رقابت هایی که بین نخبگان سیاسی در مورد هویت سیاسی افغانستان هست که نمونه کوچک همو بحث پوهنتون و دانشگاه هست. اینا که اگر ما نخبگان سیاسی افغانستان مسئولانه عمل نکنیم، او خطر وجود داره. تهدید مشترک دیگه این هست که بحث شکاف های گسترده اقتصادی هست. امروز در همی کابل میلیونرها وجود دارن که میلیون ها دلار در خارج از افغانستان سرمایه گذاری کردن، اما میلیون ها نفر در همین کابل ما و شما زندگی میکنن که غذای روزانه خوب به سختی دارن. پس شکاف های اقتصادی را ما باید جدی بگیریم. سپاسگزار. حال نوبت آدینس ما است، اشتراک کننده های میمان ما که در اینجا حضور دارند، پرسش ها و تعاریف شان و تبصره های شان کوتاه میگیریم. با شما آغاز میکنیم برادر، لطفا استاد شاین به خاطر صدایتان ده. عبدالصبور هستم، مسئله پانتون تعلیم تربیه استاد ربانی. سوال من متوجه دکتر صاحب انوری و آقای زیاست که ما نسبت به این که از منافع ملی در کشور ما تعریف دقیق صورت نگرفته، پس چگونه ما میتوانیم که فرهنگ تحمل و همدیگر پذیری را نهادی نسازیم؟ سپاسگزار. والا مقاله فاروق صدیق مجددی است. من پیشنهاد دارم، من یک پیشنهاد دارم، سوال ندارم، پیشنهاد دارم حکومت آینده افغانستان است که من شوردا میخوام برای شما او را عرض کنم. یگانه راهی که میتونه افغانستان از بحران بیرون کنه یک رئیس جمهوری که دارای افکار منافع ملی باشه. دو، یگانه راهی که میتونه افغانستان از بحران بیرون کنه بسیج شدن سیاسیون و افکار منافع ملی در بین آنها. سه، باور داشتن نخبگان بالا یک تیم ملی کارکن و دارای منافع ملی و همچنان جمع شدن شخصیت های ملی به محور یک کاندید ملی. چهار، همچنان مدیریت و نقش خوب بازی کردن در حکومت داری می باشد و نسل جوان آینده هم انتظار هم یک روز دارد. سپاسگزار. به نام خدا، جمشید نورزاده هستم، محصل پانتون کابل 15 اقتصاد. سوال من جناب وزیر صاحب عودت مهاجرین می شود، اینها تا به حال چرا نتوانستن که یک سلسله مشکلات مهاجرین در کشور ایران که مشکلات دچار آزان حال اگر بشد. در مورد منافع ملی است بحث عودت مهاجرین و مشکلات مهاجرین نیست، اگر لطفا در این مورد پرسش داشته باشین. خواهی یک سوال مربوط احادیث می شود، اونا یا چند ولایت محدود یاد کردن که اونا رشد متوازن رشد داشتن از یک تعداد محدود، و علی چرا همه افغانستان به طور متوازن رشد نداشته و بعضی از قرا بعد هستن که باسکل ندانه که اونا مشکل بازاروی خود. سپاسگزار.
اسم امیر محمد تلاش است. سوال من متوجه آقای مسعود میشه. خب شما یاد کردین از عذاب کشور، با عذاب در طول 30 سال در فرق یک دیگه خود کوبیدن، عذاب بالاخره یک عذاب است که به نام آن حزب اسلامی همیارم در مقابل دولت جمهوری افغانستان در نبرد است. هم شما یک مثال زدین از جمهوری خلق 30 سال دموکراتیک چین، اونها که نفع کشورشان به خاطر هویت کشورشان به خاطر بیبودی کشورشان یک کار انجام داده که امروز چین یکی از مهمترین کشورهای اقتصادی جهان مبدل شده. پرسش مشخص. اما در افغانستان چرا عذاب ما با بهبود کشور به خاطر امی منافع کشور تا بالا کار نکرده و ده آینده هم همه قسم ادامه میتن یا به خاطر بهبود کشور آن قدم جدید را میگیرن؟ سپاسگزار. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رقیب فیاض هستم. سوال من متوجه جناب آقای مسعود میشه. اول پیش از یک سوال خود مطرح کنیم، چون منافع ملی به عوض از اینکه بگیم تاجیک پشتو نظاره چرا نگوییم افغان. جناب آقای مسعود شما عرض کردین که کارهای دولت نمیگذاره که احزاب گسترش پیدا کنه. مشخصا این کارها چیست؟ اگر کارهای نمیگذاره احزاب گسترش پیدا کنه، یعنی این مشروعیت دموکراسی زیر سوال نمیره به نظر شما؟ سپاسگزار. فقط برادر ما را از لاین دوام اجازه میتیم. سلام به تمام مشیرین تالار رفیدین است، مکتب المسنین پانتون کابل. سوالات بسیار زیاد است، ولی مخصوص با آقای جو مسعود یک سوال که احزاب سیاسی بیشتر فعلا منافع شخصی و منافع طبقی خود بر منافع ملی ترجیح میده تا که و نداشتن نمایندگی در تمامی ولایت یکی از مشکلات است که چرا احزاب سیاسی را حل بازی وجود نمیده. از آقای انوری، از آقای انوری که وزیر قوم و قبایل است، میخواستم که بفهمم وزیر عودت ماجرین، عودت ماجرین بله متاسفم، که چرا گفتین وحدت ملی، آیا چگونه میتونیم وحدت ملی رو وجود بیاریم؟ مشکل ما اینجاست که نقد میکنیم و راه حل وجود نمیده. سپاسگزار. میربونی فضلدین بارستم، مسئول سال دوم روابط بین المللی در کشور ترکیه. سوال ما متوجه آقای دکتر صیب عادی است. درک ملت از رشد متوازن به این معنی نیست که در کابل وقع شده باشه، در چی هم شود، در دایکنده هم شود، یا در مزار شریف قوا بوده شده باشه، در دایکنده هم شود، در دایکنده هم اونم قدر به اون پیمانه آبادی شود. در دایکنده شما شاهد بودین که دو سال پیش سرک نبود. ای به این معنی نیست قدر مزار مردم بخواین که قدر مزار شریف آبادی بخواین در اون جایی که سرک بخواین. یعنی سوال ما ای است که فقط اینی میره متوجه اینی میسازم که مردم مثلا در بعضی منطقه بعضی حقا رو میخواین، این به این معنی نیست که رشد متوازن، رشد متوازن مردم هدف سپاس مردم یکمی اونمو حقای اولویت ها اونمو اولویت ها اولی. فرید نیازم دی کابل دی حقوق پانتون محسید جناب ماوین صاحب تزما یو سوال د خاغلی آیا په فیلی شرایط کې وسنۍ دولت او اپوزیشن څومره خپل ملي منافع تجمن دي او کنه کپ دی اکل جواب راکړي نو خبوي او کپلاندو الفاظ کې وای چې ستاسو د نظر په خپل وخت کې خپل منافع ملي خپل منافع ته څومره جمند وي او اوس کپ قدرت کې نه استي څه برنامه دی بهبود لپاره. سپاسګزار. ما فقط کوشش میکنیم به واز سوال بپرسیم که منافع ملی به باور شما چی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال ما سوال از شما داشتم که منافع ملی به باور شما چی است؟ سوال من دو بود، در فعلا یک بود اقتصادی، یک بود سیاسی. مهربانی کنید. شخصیت های سیاسی همواره در فکر عزیز هستند که سه شاخص اقتصادی در نظر میگیرند که اول عواید ناخالص ملی، دوم نرخ تورم، سوم نرخ اشتغال. و سوال من متوجه آقای عدیس صاحب میشه که آیا حالتش فعلا چه رقم است و آیا چقدر خوشبین هستن به خاطر آینده؟ یک سوال. سوال دوم طرف متوجه مرادی صاحب میشه که وقتی اینا گفتن که باید بدون در نظر داشته مذهب دین باید یک اجماع ملی یک منافع ملی تامین شود، پس خیلی باید از ماده اول دوم قرنی اساسی و سیومین که سرایت داره که باید از هر نوع فعالیت هایی که ضد معتقد اسلام باشه باید از ممنوع باشه. چون دکتر صاحب فکر میکنم نگفتن، ما نمیتونیم به خاطر محدودیت زمانی سوالات را بگیریم. فقط بیننده های عزیز، پس از یک وقفه کوتاه پاسخهای پرسش ها را از مهمانان عزیز ما میپرسیم، با ما بمانید. بازم خوش آمدید. برنامه مناظره کابل است و سوال محوری یا موضوع محوری برنامه مناظره کابل، منافع ملی در افغانستان چیست و کی باید منافع ملی را تعریف کنه و تهدیدات مشترک در آینده پیرامون تمام شهروندان یا اتباع یا رعیت، چیزی که دکتر مرادیان بر از او اشاره کردن. فقط بخواهم دوباره بر بگردم با آرای مردم، آرای شما بیننده های عزیز. شما به گزینه اول که مردم افغانستان از 44% رای دادین، به گزینه دوم 30%،
به گزینه سی و دی 13.13%. شما همچنان فرصت دارین که به سوال محوری برنامه مناظره کابل که کی باید منافع ملی در افغانستان تعریف بکنه پاسخ بدین. گزینه اول مردم افغانستان، گزینه دوم دولت، گزینه سوم نخبگان و گزینه چهارم اقوام در افغانستان است. به مینوی موبایلتان رفته، اگر فکر میکنین مردم افغانستان ای، اگر فکر میکنین دولت افغانستان بی، و اگر فکر میکنین نخبگان در افغانستان سی، و اگر فکر میکنین اقوام در افغانستان دی، و به شماره 729 بفرستید. و حالا با پاسخهای شما آقای زید میربانی کنید. شما فراموش نکنه باشه؟ میربانی اول فرهنگ تحمل پذیری بود کدام برادرم سوال کرد؟ همونطور بود بله؟ بله. تا وقتی که در جامعه حقوق شهروندی تامین نشه و عدالت اجتماعی به وجود نبه و فاصله بین اقوام از بین نره و همگی احساس نکنن که همگی شهروندان یک جغرافی هستن، یک کشور هستن، و این مشکل ای که هر گروه اجتماعی و هر گروه قومی تحمل یکی دیگر در حالت بکنه که یعنی فاصله های طبقاتی وجود داشته باشه، عدالت اجتماعی وجود نداشته باشه، بسیار زیاد مشکل است. به این ترتیب وقتی که ما میخواییم که فرهنگ تحمل پذیری به وجود بیاید، واقعا ما باید منتقد به یک جامعه ملی باشه، واقعا حقوق شهروندی باید تامین شود و همه گی بفهمند که احساس مسئولیت مشترک در برابر قانون داره. در غیر از او اینمی مشکلات که فعلا در جامعه وجود داره اینمی سر و صدا تا آخر باقی میماند و به این باید یک رای حل معقول پیدا کن. مسئله احزاب برادر ما که گفتن، احزاب سیاسی متاسفانه در افغانستان در روند تکامل صنفی یا در روند تکامل گروپی خود شکل نگرفتن، یعنی اینکه یک مرحله تاریخی را اینا تعیین نکردن. احزاب معمولا در طول تاریخ وقتی که در جامعه غربی میبینیم اول به شکل نهادها عرض وجود میکنن، به شکل گروه های اجتماعی، و بعد آهسته آهسته اینا حافظ منافع اونمو گروپ می باشن که باز در یک مرحله تکاملی به یک حزب سیاسی تبدیل می شن. یعنی که آرزوها و تقاضاهای یک گروپ اجتماعی، یک گروپ اقتصادی را اینا در محتوای اهداف یک حزب سیاسی انعکاس می ده. اما در افغانستان متاسفانه این تنظیما بودن، احزاب یا در اثر یک حادثه سیاسی به وجود آمده یا کودتا شده، یک مشکل سیاسی دیگه به وجود آمده. مثلا احزاب مجاهدین وقتی که کودتا در افغانستان صورت گرفت، احزاب مجاهدین در عکس العمل با این کودتا در افغانستان شکل گرفت، یعنی که در بستر طبیعی خود اینا رشد نکرد. درست؟ به این ترتیب سوال مهم است که حالا ما فرصت داریم، چرا دموکراسی ها بدون احزاب سیاسی مفهوم خود از دست میدن؟ ما باید اونمو خمیرمایه یا اساسات یک حزب سیاسی را که چطور بتانیم که گروه های اجتماعی در جامعه مدنی به چه شکل اینا میتونن انعکاس بدن آرزوهای گروه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، مذهبی را، آهسته آهسته اینا باید به طرف سیاسی شدن برن و احزاب بزرگ به وجود بیارن. به این نیاز داریم و باید این کار هم انجام بدیم. سوال سیم برادران هم در قسمت چی بود؟ منافع ملی. منافع ملی دو قسمت داشت بحث پرسششان. یک قسمت اول که شما هم پیشینه کار در حکومت افغانستان داشتین، یکی در مورد وضعیت احزاب بود، دوم هم وقتی که شما در حکومت افغانستان کار میکردین تعریفتان از منافع ملی و در کل چگونه ارزیابی میکردین تعریف منافع را در داخل حکومت افغانستان. در همون وقت ما معتقد به این بودیم که تا وقتی که ما واقعا یک هویت سیاسی پیدا نکنیم، یک هویت ملی پیدا نکنیم، و تا وقتی که ما معتقد به یک جامعه ملی نباشیم و ساختارهای سنتی اجتماعی را به نفع یک ساختار ملی اینا را نشکنانیم، یا ارزش‌های جامعه سنتی را به نفع ارزش‌های یک جامعه مدرن تغییر ندهیم، بسیار مشکل است که خود به خودی ما همه گروه های اجتماعی را معتقد به اهداف بسیار مدرن بسازیم که نامش منافع ملی است. بنای این یک روند تکاملی کار داره و این ابزار کار داره و ابزارش باید ما ایجاد بکنیم. درست؟ شما میبینین حالا مسئله این مطرح است که قرارداد امنیتی امرای ایالات متحده امریکا در راستای منافع ملی یا نیست؟ حکومت موجود میخواد که از امریکا امتیاز بگیره
در انتخابات سال 2014 اگر کاندید مورد نظر حکومت فعلی مورد تایید امریکا قرار بگیره، قرارداد امضا میشه، اگه قرار نگیره چل بانه میکنن که ای ما مطالعه کنیم لجرگه به وجود به ای گپا. این معنایش چیز؟ معنایش است که ما منافع نهادی را که نهاد ریاست جمهوری است او را قربانی منافع شخصی که منافع شخص رئیس جمهور منافع نهادی ریاست جمهوری نیست، این را ما قربانی عظیم است و این در جهت خلاف منافع ملی افغانستان. بنابراین اگر ما بخواهیم که از نظر امنیتی منافع ملی تعریف میشه که وقتی که کشور ضعیف میباشه از نظر امنیتی باید در نوع تعادل با کشوری باشه که در نوع تعادل امنیتی با کشوری باشه که رو تهدید میکنه یا به خودکفایی امنیتی برسه. اگه این نمیرسه باید یک کشور بزرگ جهانی را کمک بکنه تا این قدرت دفاع از سرزمین و حاکمیت ملی و آزادی و استقلال یک کشور را پیدا بکنه. اینه که یک قضیه بسیار بزرگ ملی را ما چه میکنیم؟ ما این را دستخوش منافع شخصی میسازیم که اگه ما در آینده رئیس جمهور شدم خب ما امضا میکنم، اگه نشدم نمیکنم. خب این درست نیست. درست؟ به این ترتیب در کشور ما متاسفانه نهادهای سیاسی نهادمند تاله به وجود نامده که از کارها یا از تصمیم گیری هایی که خود حکومت میکنه بتونه نظارت درست داشته بکنه. در دیگه کشورها شاید احزاب باشن که انتقاد بکنن، گروه های جامعه مدنی باشن انتقاد بکنن که تو چرا وقتی که اینی هدف یا هدفی است که در راستای منافع ملی تو چرا تصمیم نگیری، چرا با نمیگی؟ درست؟ به این ترتیب متاسفانه که منافع شخصی جای منافع نهادی رو میگیره. یک مثال دیگه میتونم اگه وقت باشه، مثلا پارلمان یک چیز رو تصویب میکنه. آقای مسعود اگر لطفاً کوتاه‌تر بگید. کوتاه دیگه داریم تا قانون انتخابات تصویب کرد. اما قانون انتخابات در مطابقت با منافع حکومت نیست. درست؟ اینا قوی قضاییه رو میگن که به خلاف قانون اساسی است. این منافع شاید در یک مدت کوتاه به حکومت فعلی قدرت بده، اما منافع نهادی رو زیر سوال میبره. سپاسگزار آقای مسعود. سپاسگزار دکتر صاحب، اگه شما لطف کنین کوتاه‌تر. سوال سری رشد متوازن بود. فکر میکنم که برادر ما یک غلط فهمی هم داره. ما به می عقیده هستم که یعنی در هیچ مملکت ما نمیدانیم که همه نقاط همه ولایات و همه ولسوالی ها مساویانه متوازن رشد کنن، ولی اگر ما اینطور به صورت سیستماتیک ببینیم که یک منطقه یا جنوب یا غرب یا شرق یا شمال یا مرکز کل انکشافات دوج صورت بگیره و در دیگر ساحات صورت نگیره، اون ما گفته بتونیم که غیر متوازن است. در داخل اون منطقه که من یاد کردم که یعنی ما در غرب هرات داریم نسبتا انکشاف خوبی کرده، ما در شمال بلخ داریم، مزار شریف داریم که نسبتا انکشاف خوبی کرده، در جنوب کابل داریم، جلال آباد داریم که انکشاف خوبی کرده، ولی کابل که امکان داره که بسیار نسبت به هر نقطه دیگه افغانستان زیادتر انکشاف کرده باشه. من از ولسوالی سروبی کابل هستم و من از قریه جگدلک هستم. قریه جگدلک امکان داره یکی از قریه های بسیار پسماند افغانستان باشه که یعنی سطح زندگی در اونجا نسبتا پایان است، نه برق است و نه فابریکه است و نه چندان زمینی است و غیره و غیره. خب به این مشکل است که ما بگوییم که همه نقاط یک کشور باید به صورت مساوی متوازن باشه، ولی اگر به صورت طبیعی یعنی به صورت طبیعی به معنایی که کشش اقتصادی یک منطقه را زیادتر رشد میده، این وظیفه حکومت است که به مرور زمان اون امکاناتی که داره او را تشخیص بده که کدام منطقه در سطح ملی کمتر رشد کرده، باز او یک مقدار از امکانات خود اگر او به صورت طبیعی او را کش نکنه اینا باید برشان بتن که اون منطقه هم یکم رشد کنه. منظور ما این چیز بود، اما اینمی عین چیز ما در قسمت دیگر کشورام در تمام ولایات یا تمام ولسوالی های انگلستان به صورت مساوی رشد نکرده، تمام ولایت های امریکا به صورت مساوی رشد نکرده، ولی معنی این نمیده که ما این قبول کنیم که حتما مردم یک منطقه باید اونا کم رشد کنه و مردم یک منطقه دیگه باید کمتر رشد کنه. به صورت طبیعی به فرق میآید، خصوصا در
چون امکانات به صورت غیر سیستماتیک تقسیم شده. یک منطقه است که او داره او جمعی داره که بند بسازی، یک منطقه است که زمین داره او جمعی داره که زمینداری کنی، یک منطقه دیگه است که جو معدن داره طبعا فعالیت معدن میآید، ولی وظیفه حکومت است که باز ایره کم به طرف مساوات ببره. پرسان شد راجع به رشد و تورم و اشتغال که در آینده چی فکر می شود. خب در چند سال گذشته رشد اقتصاد افغانستان بسیار خوب بوده، به صورت اوسط ما 10% رشد داشتیم و اموز که در چند سال گذشته عواید ملی ما تقریبا 3.4% شده، یعنی در شروع حکومت کرزی صاحب 4.5 میلیارد بود و حالا ما بیشتر از 20 میلیارد عواید ملی ماست. تورم هم نسبتا خوب بوده در چند سال گذشته، کمتر از 10% بوده که یعنی بسیار خوب است. مشکل ما اشتغال است. ما در این کشور بیکاری زیاد داریم و او ایست که نفوس ما روز بروز زیاد شده میره، ولی باید ما نسبت به رشد نفوس زیادتر شغل ایجاد کنیم برای این که او پایان بیاید. او متاسفانه پایان نامده، امیالیم احصای بیکاری بین 30% تا 40% است. در آینده چی فکر کرده میدونیم؟ بسیار یک بحث دراز است که برآمدن قوای بین المللی سر افغانستان، سر اقتصاد افغانستان چی تاثیر خواهد کرد. من فکر به عقیده من اگر ما امی بازی را صحیح مدیریت کنیم، دنیا با امرای ما با اندازه کافی تعهد کرده که با امرای ما که برای ما امکانات برای 10 سال دیگه برای ما بده، ولی ما مجبور هستیم و باید هم کنیم اون بازی ریفورمای را که دنیا میخواد اون را ما قبول کنیم و به نفع خود ما. اگر ما اون را صحیح مدیریت کنیم، من فکر میکنیم که اقتصاد ما قابل مدیریت میباشه، به اون قسم آسان نمیباشه مثل که یک چند سال گذشته بوده، ولی اینطور نیست که ما به طرف یک خرابی پیش میریم که یک بحرانی که از او نتانیم او را مدیریت کرده نتانیم. من فکر میکنم بسیار زیاد راجع به این است که حکومت آینده ما چطوری را مدیریت کرده. سپاس گزار. اجازه مهربانی کنید، اگر آقای مسعود بسیار کمتر پلیسای ملی نبوده. شما میبینید در ولایت غور در طول 12 سال بیش از 3 میلیون دلار کس کمک نکرده، اما در بسیار ولایت های دیگه از میلیارد دلار اضافه شده. این چطور میتونه که در 12 سال هیچ کس متوجه نشده که در یک ولایت باید 3 میلیون دلار مصرف شده و در یک میلیارد ولایت دیگه 1 میلیون دلار؟ این نشان میده که پلیسی اقتصادی یک پلیسی ملی نبود. و فقط به خاطر راه حل 6 دقیقه از برنامه مانده، ما فهم میخوایم بدلی که نمیتونیم ادامه بدیم بیشتر دو دقیقه تقسیم بکنیم. دکتر صاحب سمر از شما بشنویم به عنوان یک فعال جامعه مدنی و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که راه حل چی است. تا حال انتقاد کردیم، صحبت های متفاوت، بعدن دیدگاه آقای انوری را و دیدگاه اکادمی که دکتر صاحب بشنویم. البته من تاکید میکنم که راه حل بازم تقویه ارزش های حقوق بشری است و تقویه برابری در افغانستان است. احترام به حقوق شهروندی و مندر اجازه دادن به مردم که خودشان در سرنوشت آینده کشور و در سیاست افغانستان سهم بگیره. و اونا ممکن است که ما از دموکراسی گپ بزنیم بدون از اینکه عذاب سیاسی دموکراتیک وجود داشته باشه. سپاسگزار دکتر صاحب. آقای انوری لطفا شما. تشکر. البته از ما سوال کردن که چگونه میشه که وحدت ملی تامین شوه. از نظر ما وحدت ملی، مشارکت ملی و یا منافع ملی کدام تعریف مشخص قبول شده علمی نداره و هر کسی را در هر مقطع زمانی قسمی که گفتم را تعریف میکنه. خب میگذاریم از تعریف ها، میاییم سر ارزش ها. ارزش های وجود داره که تأمین میکنه اینمی مسائلی که گفته شده، مثلا عدالت اجتماعی است، تمامیت ارضی است و رفاه همگانی است، حقوق بشر است و مسئولیت قانونی است و یا ارزش هایی است که هر کس باید هر تبع هر کشوری که باشه باید از این ارزش ها باید یا مستفید شوند و همچنان حمایت بکنند. به صورت ساده گفته میشه که وحدت ملی در مشارکت ملی. خب درست است، میشه که باعث یک اصطلاح از این استفاده کرد. مثلا ما به شما یک مثال میتونیم در کشورهای خارجی یک وقتی که یک بسیار کوتاه یک فابریکا جور میشه، در این فابریکا تمام اینمی
استاف فابریکه یا همین کارمندای فابریکه از کارگر گرفته تا کارمند تا او سهیم میباشه، همه از خود میدانن. و یا حتی یا همین کسایی که در می دوربر میباشن از همین فابریکه یا یک سرک کشیده میشه از او استفاده میکنن و دیگه خدمات اجتماعی استفاده میکنن. در افغانستان ببین چقدر بلند منزلا ایمار شده. قانون هم است که یا که احساس هم است که باید که 20% از ایره به کسایی که خانه ندارن، به کسایی که مستضعف هستن و یک قیمت بسیار ناچیز ای باید توزیع شود که همه خدا سپاسگزار وزیر صاحب نمیتونیم فقط میدانیم. یک و نیم دقیقه دیگه دکتر. ببینید ما نیاز داریم بین نخبگان سیاسی افغانستان یک قرارداد اجتماعی که قرارداد اجتماعی مبتنی بر پذیرش تمام شهروندان افغان مبتنی بر اصل برادری و برابری و خواهری باشد. در کنار قرارداد اجتماعی یا سوشال کمپکت به اصطلاح انگلیسی زبان ها ما نیاز داریم که تنوع فرهنگی افغانستان به رسمیت بشناسیم و سعی نکنیم که برابری فرهنگی ایجاد کنیم. و چالش در برابر ما این هست که چگونه یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر برادری و برابری داشته باشیم در چارچوب تنوع فرهنگی افغانستان. اگر از یک شعر فارسی هم استفاده کنه، سعدی گفت که بنی آدم اعضای یک دیگر هستند که در آفرینش از یک گوهرند که این همون جوهر جمهوری سعدی بیان داشته. سپاسگزار. دوبار به خاطر محدودیت زمانی آقای مسعود نمیتونیم شما بیننده هایی که اینجا اشتراک آدینس که با ما هستند یا گالی در دستشان است که میتونن به سوال برنامه ما پاسخ بدن، لطفا استفاده بکنین. رأی تان سوال محوری برنامه ما می است که کی باید منافع ملی را در افغانستان تعریف بکنه. اگر شما فکر میکنین که مردم افغانستانی و اگر فکر میکنین دولت بی و اگر فکر میکنین نخبگان سی و اگر فکر میکنین اقوام در افغانستان دی و بعدن اوکی. و خوشبختی امی است برای همه که سوال که ما مطرح کرده بودیم و بیشترین بیننده های ما رای دادن، 43% رای دادن که باید مردم افغانستان منافع ملی را. رای گیری آغاز شده، آدینس میتونن رای بتن. 31% مردم باورشی است که باید دولت افغانستان منافع ملی را تعریف بکنه و اقوام و نخبگان در سطح پایین قرار دارند که 13% است. لطفا رای بتن دوستای ما تا نتیجه رایشان داشته باشیم و این برنامه امشب ما را با یک بسته معلوماتی به خاطر ادامه پاسخ دادن با بیننده های ما ختم میکنیم. با استفاده از این فرصت سپاس فراوان از حضور همه مهمانان عزیز ما و سپاس فراوان از شما بیننده های عزیز که صمیمانه تا این دم این بحث را دنبال کردید. و اگر بر ما همکارایم بگویند که نتایج رای گیری در داخل چی؟ 37% آذرین تالار بر ما گفتین که باید مردم افغانستان تعریف کنند منافع ملی را. 39% آذرین گفتین که باید دولت. 30% و یک تعداد از دوستای ما نتانستین که یا به دلیل از این که از اون آله استفاده بکنن یا از اون وسیله یا و 3% گزینه نخبگان ما است و آخرین گزینه که اینجا وجود داره 1% است که اقوام در افغانستان باید برازو. سپاسگزار از حضور همه اشتراک کننده ها. تا دیدار بعد، شبتان خوش، الله نگهدار. اصطلاح منافع ملی پسانتر از ایجاد دولت‌های ملی در اروپا در قرن 18 کاربرد یافت. اگرچه تاکنون تعریف جامعی از منافع ملی در دست نیست، اما دانشمندان و صاحب نظران جهان منافع ملی را در جغرافیای کشورهای خود مورد بررسی قرار داده و به نحو ارزش‌های آن را در جهت تأمین منافع سرزمینشان توضیح نموده‌اند. شماری از این دانشمندان به این باورند که آنچه امروز انسانها را با خواستهای قومی و نژادی مختلف، زبانهای گوناگون، مذاهب و باورهای اعتقادی متفاوت، علایق و سلایق سیاسی جداگانه با هم برادر و هم سرنوشت و گاه هم سرشت می سازد، منافع ملی است. و تا زمانی که افراد تشکیل دهنده یک ملت متقاعد نشوند که دارای سرنوشت و مصالح مشترک هستند، هیچ زمان نفع همگانی و مشترک همدیگر را تعقیب و احترام نمی نمایند.
و بی‌توجهی و عدم پایبندی به مسائل ملی و مشترک سبب می شود که منافع ملی یک کشور همیشه به نفع خواستهای جناح و مسائل قومی طور مورد معامله و بهره برداری قرار گیرد که حقوق و منافع بقیه اقوام و جناح‌های همسرنوشت را قربانی کنند. همه چیز را برای خود و گروهک خود خواستن، نه تنها مصادره مصالحه و منافع ملی به نفع یک گروه، قوم، زبان، نژاد یا جناح کوچک پنداشته شده، بل تامین کننده رضایت عمگانی نبوده و این گونه باورها از دوام کمتر برخوردار نیز خواهد بود. اما در وضعیت کنونی که کشور ما در حال گذار از مراحل دشوار قرار دارد، پژوهش و ریشه‌یابی منافع ملی بیشتر از همه اهمیت حیاتی دارد. شماری به این باورند که پیوسته ارزش‌ها و منافع مشترک مردم افغانستان مورد سازش و معامله قرار گرفته و منافع خصوصی افراد بر منافع عمومی اولویت داده شده است. منتقدان نظام و آگاهان سیاسی در کشور استدلال می‌کنند که هیچگاه تعریف روشن از منافع عمومی در کشور ارائه نشده و سران قدرت به منظور حاکمیت غیر دموکراتیک بر مردم همواره تلاش کرده‌اند تا تعریف‌های منحصر به منافعشان را از این مقوله ارائه کنند. با توجه به موضوعات یاد شده، پرسش اینجاست که کی منافع ملی کشور را تعریف می کند؟ مردم افغانستان، دولت، نخبگان و یا اقوام در کشور؟